سلام، به صفحه آخر هفته خوش آمدید. امروز برنامه دو بخش دارد. در بخش دوم نگاهی میکنیم به قتل رومینا، نوجوان 13 ساله‌ای که پدرش قاتلش بود. اما این هفته یک بار دیگر خوزستان به دلایلی در سرخط خبرها بود. این بار تیراندازی در قیزانیه در حومه اهواز به دلیل اعتراض به بی‌آبی. در سالهای اخیر خوزستان به تواتر در خبرهاست، از مشکلات زیست محیطی مثل ریزگردها و خشکسالی و آتش سوزی در تالابهایش گرفته تا مشکلات معیشتی و اعتراضات کارگری و نبود امکانات اولیه زندگی. در اعتراضات آبان گذشته هم ماهشهر در خوزستان با اتفاقاتی روبرو شد که پیشتر کمتر دیده شده بود. داستان خوزستان چیست؟ چرا اغلب اعتراضات در این منطقه به اسم اعتراضات قومی و جدایی طلبی دیده می شود، در حالی که جمعیت خوزستان از سه قوم عرب، فارس و لور تشکیل شده که تقریبا نسبتی برابر دارند؟ چرا استانی که بخش عمده از ثروت کشور در آن قرار دارد بهره ای از این ثروت نمی برد؟ برای بحث دو مهمان داریم. کاوه احسانی، استاد مطالعات بین الملل در دانشگاه دوپال از شیکاگو آمریکا با ماست. ایشون نویسنده کتاب تاریخ اجتماعی کار در صنعت نفت ایران هم هستند. میثم آل مهدی، فعال کارگری از آتن، با ماست. آقای آل مهدی تا چند وقت پیش از نمایندگان کارگران فولاد اهواز بودن. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. آقای احسانی، نظر شما چیه؟ چرا خوزستان علارغم ثروت قابل توجهی که داره که منطقه فقیریه؟ فولاد، خب چند علل مختلف هست. باید بگم که خب خوزستان فقر و ثروت درش بسیار نابرابره، همیشه هم اینجوری بوده. یعنی مناطقی داشته که حتی در اوج صنعت نفت یا تو دوره پیش از انقلاب، دوره که کشت و صنعت ها اینا رو در حوالی دسفول احداث کرده بود دولت با سرمایه بین المللی، مناطقی داشت که بسیار ثروتمند بودن، تمرکز سرمایه گذاری شده بود درشون، بنادر بزرگ داشت مثل خرمشهر که بزرگترین بندر مملکت بود. نسبتاً اوضاع بهتر بود برای این مناطق، ولی بر حاشیه و در پیرامونش مناطق دیگه‌ای هم بودن که اصلا ندیده گرفته شده بودن و خودشون در حاشیه می‌دادن و فقر بسیار شدیدی برشون حاکم بود. برای دوره جنگ تاثیر بسیار اساسی داشت. بزرگترین لطمه رو تو دوره جنگ مناطق غربی ایران دیدن، به خصوص خوزستان و ایلام، ولی به خصوص خوزستان. و بعد از جنگ به خاطر اینکه کماکان شرایط در واقع نه جنگ و نه صلح، یعنی ما هنوزم کماکان قرارداد صلح دائمی با عراق نداریم، به عنوان منطقه استراتژیک دیده شد. نگاه دولت مرکزی نسبت به بخش عمده از مردم خوزستان که عرب تبار هستن، اینا همیشه نگاه امنیتی بوده به عنوان شهروند کامل. سوال من همینجاست. من حالا خیلی تحقیق گسترده‌ای نکردم، ولی همین جستجوی که کردم روی اینترنت و این ور اون ور، جمعیت خوزستان سه قوم عرب، لور و فارس درش تقریبا برابر هستن، 30% 30% تقسیم شدن. چرا همواره نقش عرب‌ها اینقدر پررنگ میشه در اون منطقه؟ ببینید، خب یه ذره جواب پیچیده تره، برای اینکه خب از در دوره برال عراق همسایه ماست، تهاجم کرد به ایران، ناسیونالیسم عرب اینا رو برال تقویت کرد، ولی به این معنی نیستش که همه مردم عرب تبار طرفدار عراق هم یا تجزیه طلبانی، اصلا به این معنی نیست. بعد شما این تقسیمی که کردید به سه تا قومیت، خب واقعیت اینه که خوزستان بزرگترین منطقه مهاجرنشین ایران هم هست بعد از تهران. یعنی یه هویت خوزستانی هست، یه هویت آبادانی هستش که از ملغمه از مردمی که در طول قرن اخیر بعد از شکل گرفتن نفت مهاجرت کردن به ایران شکل گرفته، که اینا اصلا هویت شهری خاص خودشونو دارن، هویت خوزستانی خاص خودشون دارن. یعنی صرفا با این تقسیم بندی های محدود قومی و خانوادگی و زبانی اینا نمیشه توضیح داد جامعه شناسی خوزستانو. آقای آل مهدی، تصویر شما چی از وضعیت خوزستان؟ شما تا همین چند ماه پیش از اونجا خبر دارید، جزء کارگرانی بودید که در فولاد نماینده کارگران بودید. چرا مشکلات خوزستان، مشکلات معیشتی خوزستان ظرف 30 سال گذشته کمتر نشده؟ حتی به نظر میاد که در برخی جاها بیشتر شده و بیشتر در موردش میشنوید.
من سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. مشکلات خوزستان در 30 سال گذشته نبوده و خیلی بیشتر از اون گروگانگیر این مشکلات هست بود خوزستان. شما اگر توجه داشته باشین ایران یک نگاه سیاست اقتصادی مرکز حاشیه‌ای به داره و خوزستان همین یکی از پایه‌ها و اصلی ترین تولید کننده های اقتصاد ایران از نفت، گاز و حتی صنایع فلزی و کشاورزی که الان عملا رو به موت حرکت میکنه و سازی های متعددی که صورت گرفته روی رودخانه ها با شعارهای سازندگی، اما امروز داریم نگاه میکنیم این سدسازی ها و پروژه های انتقال آب عملا کشاورزی استان از بین برده. منظورتون سدسازی هایی هست که در بالا دست رودها در استان های دیگر شده که آب به خوزستان نمیرسه؟ بله، فقط در استانهای دیگه نیست، در خود خوزستان هم چند سد داریم و سدهای بسیار وحشتناکی مثل سد گوتفند که عملا تبدیل به یک دریاچه نمک شده. صحیح. و این کشاورزی استان زیر شعاع خودش قرار داده. شما هور عظیم و هور جوفر کاملا خوش شده برای سرمایه گذاری و بنای شرکت های نفتی و مهاجرت مردم بومی که ساکن اونجا بودن و محل استرزاقشون اون هور بوده، یا مهاجرت کردن و یا زمین های اونها مصادره شده و یا عملا قابل کشت نیست و آنها رو مجاب مهاجرت به حاشیه های شهر کرده. و در آماری که طبق آماری که معاونت عمرانی استان خوزستان میگه، در کل استان خوزستان 13417 هکتار در 29 شهر استان حاشیه نشین هستند و شما فقط در منطقه اهواز 20 محله حاشیه نشین هست. و مترجم همه اینهایی که میگید در واقع تأکیدی هست بر همون قضیه که از اول برنامه صحبت چه کردیم، مسئله فقر و مشکلاتی که این استان داره. فکر میکنید چرا در تهران تصویر درستی در مورد خوزستان یا ندارن یا سعی میکنن از اون تفره برن و روش کاری نکنن؟ فکر میکنید چرا به نظر میاد که نادیده میگیرن خواسته های مردم در خوزستان رو؟ خب ببینید، من ببخشید از آقای آل مهدی هنوز داشتم صحبت. بفرمایید آقای آل مهدی. ببخشید، من فقط لطفاً اگر دارم این موضوع رو مطرح میکنم قابل درکش که شما میدونید و خیلی از بینندگاتون ممکنه بدونن، اما من وظیفه دارم این موضوع رو شرح بدم تا بتونم صحبتامو درست و کامل برسونم. این تصویر نادرستی که موجود هست، این همیشه سعی کردن شما در مناطق حاشیه‌ای که امروز در درون اهواز هست، فارغ از هیچ گونه امکاناتی در اونجا نیست، هیچ امکاناتی نیست، از کوچکترین امکانات امروز وجود نداره تا حتی پارک های بسیار کوچک محلاتی هم توی اون حاشیه ها وجود نداره. امروز خیلی از حاشیه های شهر اهواز از مسئله آب رنج میبرن. همین قیزانی هم یکی از اون هاست، درسته؟ این نگاه بکنید، من دارم دقیقاً در مورد حاشیه شهر اهواز صحبت میکنم. حالا بخش ها و روستاها رو در نظر بگیرید، قیزانیه 35 روستاست، 9 روستای اون عملا هیچ لوله کشی آبی در اونجا نیست و بقیه روستاهایی که اونجا هستن فقط لوله کشی آب دارن و حدودا 1 الی 2 ساعت توی روز بیشتر آب آشامیدنی اونجا ندارن. خب حالا این مردم به هر شکلی اگر اعتراض بکنن، یک اتهام از پیش ساخته شده به اسم وهابیت، به اسم تکفیری، به اسم تجزیه طلب وجود داره که همیشه مردم با این شکل و شمایل سرکوب میشن. یعنی هر گونه اعتراض، حتی شما در اعتراضات اخیر کارگری اگر توجه بکنید، سرکوب جوریه که 41 نفر کارگر توی اهواز و 17 نفر کارگر توی هفتتپه شبانه توی خونه‌های اونها میپرن و اونها رو میگیرن و بعضی از کارگران رو متهم به تجزیه طلبی میکنن. همیشه این نگرش امنیتی بوده نسبت به
فعالین خوزستان و حتی کمیته های مردمی که تشکیل میشن برای برطرف کردن این مشکلات، کمیته هایی که خود سازمانده هستن، باز هم با این اتهامات روبرو هستن. آیا حسنی فکر میکنید چرا؟ داشتید پاسخ میدادید، بفرمایید. ببینید، من کاملا با آقای آل‌مهدی موافقم در این مورد. این سابقهش برمیگرده به 100 سال، بیشتر از 100 سال پیش این نوع برخورد دولت مرکزی. بذارید اگر خلاصه شما میخواهید خلاصه اینطوری بهتون بگم که نگاه دولت مرکزی به خوزستان همیشه نگاه ابزاری بوده. یعنی این منطقه یکی از همه جا حاصلخیزتر اکثر آبهای روی زمینی ما، رودخانه‌های عمده ما در خوزستان، منبع نفت ما که همه به هر حال تمام درآمد تجددسازی اینا از اون بوده در خوزستان. غیر از اون اللحاظ اجتماعی، تشکل‌های کارگری، فرهنگ کارگری، فرهنگ شهری مدرن و هم حزبی، فعالیت‌های سیاسی، اینا هم در خوزستان همیشه نقش عمده داشت. مجموعه اینا به علاوه مسئله قومیت و اینکه نقطه مرزی هم هست و یه دوره به هر حال تحت سلطه انگلستان بود، جنبش ملی شدن نفت به هر حال حدت سیاسیش اونجا بود، نیروهای چپ در اونجا بسیار فعال بودن تو دوره ملی شدن نفت، در دوره انقلاب همینطور نقش اساسی ایجاد کرد. همه اینا یه نگاه سیاسی دولت مرکزی رو متوجه خوزستان کرده که از دوره رضاشاه به این منطقه به عنوان خصوصا فعالیت های مردمی که از پایین شکل می گرفته، چه بین نیروهای قومی ولی به خصوص بین نیروهای کارگری، نیروهای کشاورزی و روستایی و عشایری، با این به عنوان یه شورش ضد اقتدار دولت مرکزی نگاه می شده. یک و دوم به خود خوزستان، فقط این نکته رو بگم، به خود خوزستان به عنوان یه منبع درآمد به طور ابزاری نگاه میکنه. یعنی برای دولت مرکزی گرفتن درآمد نفت و ماده خام نفت برای برال تولید انرژی و غیر ذالک اینو مهم بوده، خاک خوزستان، کشاورزیش مهم بوده به عنوان منبع درآمد، ولی مردم خوزستان و جامعه خوزستان چه از هر قومیتی باشه، از هر نوع دیدگاه سیاسی باشه، به عنوان یه عامل خطر بهش نگاه شده. متوجه منطقاً آیا من متوجه این نمیشم که چطور یک دولت، هر دولتی، دولتی که در تهران هست، حالا اسمشو میذاریم دولت مرکزی در ایران که سیستم فدرالیسم نیست، دولت که در تهران هست چرا معمولاً بی‌توجه هست به ساکنان اون منطقه، در حالی که وقتی که شما میبینید که اونها ناراضی هستن، ناراحت هستن، یک منطقه که اینقدر برای شما مهم هست، خط مقدم جبهه های شما بوده در یک دوره ای، باید همواره نگران این باشید و بهشون برسید که اونها باش به شما به نوعی وفادار بمونن. اینطور نیست؟ پس چرا این اتفاق نمیفته آقای احسانی؟ ببینید، بذارید دو تا جواب سعی میکنم مختصر به شما بدم. ببینید، یکی اینکه بعد از جنگ نگاه دولت مرکزی رفت به دنبال اینکه محور توسعه ایران و ترابری ایران از غرب منتقل بکنه به مرکز که دیگه مورد خطر نباشه. برای همین مثلا بندر عباس خیلی مهمتر شد به عنوان بندر اصلی، در حالی که خرمشهر قبلا مهم بود. برای همین یه نگاه استراتژیک بود که رفت داشت به مسائل نظامی و ژئوپلیتیک منطقه، که این منطقه غربی رو در واقع به عنوان یه حائل دفاعی بهش شروع کردن نگاه کردن. و چون گاز مهمتر شد توی بخش انرژی ایران، مناطقی مثل عسلویه و پارس جنوبی و اینا یه مقدار اولویت پیدا کرد علاوه دید کلان استراتژی. دوم، ببینید، این مسئله عجیبی نیست. شما ببینید مهمترین تو آمریکا که بنده هستم یا تو خود انگلستان که شما هستید، شهرهای صنعتی هستن که قلب توسعه و پیشرفت این ممالک بودن، مثلا دیترویت در آمریکا. ولی الان دیترویت در آمریکا مثل مسجد سلیمان در ایران، یعنی به عنوان یه لاشه پوکیده از اون چیزی که قبلا بوده بهش نگاه میشه و دولت مرکزی دیگه توجهی بهش نمیکنه. این به خاطر اولویت سرمایه‌داریه، این به خاطر اینه که کجا سوداوری بیشتری داره، کدوم منطقه سوداوری بیشتری داره. و در این حال علاوه استراتژیک هم یه سری محاسباتی داره میشه در مورد خوزستان که مردم این منطقه رو ندیده میگیره. و سوم اینکه صدایی ندارن مردم خوزستان در مرکز.
یعنی خوزستان نه تنها با حاشیه رونده شده، ولی خب مثلا مردم عرب زبان خوزستان، لورهای خوزستان، مردم روستایی خوزستان صدایی ندارن در حکومت مرکزی که بخواد مدافعشون بشه. آیا آلمتی شما خیلی تازه خبر دارید از اونجا، شما تازه اومدید بیرون از کشور، میشه یه مقدار تصویر بدید از این که این اتفاقات چه تأثیری روی زندگی و روحیه مردم گذاشته؟ ما میدونیم فقر به هر حال چیز دلنشینی نیست، خیلی ها رو ناراحت میکنه، ولی مردم خوزستان همونطور که آقای احسانی هم توضیح دادن تجارب زندگی متمدن مرفه رو داشتن در دوره های متعدد. فکر میکنید الان که اینطور در مضیقه قرار گرفتن چه تأثیری روی اونها گذاشته؟ چطور فکر میکنن در مورد وضعیت؟ نگاه بکنید، وقتی ما برگردیم به نگاهی به وضعیت استان داشته باشیم، میبینیم که یک نگاه کاملا این دیگه برای تمام مردمی که اونجا هستن این نگاه آشکار شده، یک نگاه ابزاریه و صرفا فقط برای تولید سرمایه این استان مهم محسوب میشه، برای تولید سرمایه. شما بیاین مناطق آزادی که نگاه بکنید، با شعارهای سازندگی این مناطق ایجاد شدن، عملا در خدمت سرمایه گذاری هستن و سرمایه گذاران داخل استان و خارج از استان با تسهیلات بسیار زیادی وارد استان میشن و اونجا سرمایه گذاری میکنن و مردم بومی رو روز به روز به حاشیه بیشتری میبرن. و این یعنی اینها که میان اونجا سرمایه گذاری میکنن برای مردم بومی شغل ایجاد نمیکنن؟ شما توجه داشته باشین اونجا وقتی میان برای سرمایه گذاری، شغلی که ایجاد بشه، شما وارد منطقه آزاد که میشین به عنوان یک سرمایه دار، اگر یک شرکت رو در اختیار بگیریم به شما این حق رو میدن، وقتی شما شرکت مال شما میشه که باید یک خونه در خود اون شهر شما خریداری بکنید تا بتونی صاحب اون شرکت بشی. این خونه از کی خریداری میشه؟ از انسانهایی که فقر و تهیدستی دارن و جامعه فرودست جامعه هستن. وقتی این املاک خریداری میشه با شعار تولید کار، یا اینکه من کار شما رو به سر کار میبرم، این پروژه ها دیگه قدیمی شده. شما هم توی مسئله نیشکر میبینید، هم توی مسئله همین قیزانیه میبینید که با شعارهای کار اونها رو میبرن، زمین های اونها و خانه های اونها رو میخرن و بعدها میبینید که اصلا اونها رو حتی سر کار نمیبرن و ایجاد کار عملا برای اونها نیست. چون عملا این کارفرماست، کارفرمایان که دارن کار تولید میکنن و کارفرمایان با ضوابط و روابط خودشون کارگر میارن اونجا و کارگر میارن توی اون مناطق. آقای آلمهدی، شما توضیح دادید که وضعیت جوری شده که هر کی که اعتراضی میکنه یک اتهام بهش میزنن، اتهامی که در واقع عرب هست، در تجدید طلب هست، یا مثلا چه میدونم از همین وهابی هست یا غیره، و او رو تحت تعقیب قرار میدن. واقعا چقدر در سالهای اخیر، در 10-20 سال اخیر، وهابیت یا نقش گروه هایی مثلا از خارج از منطقه، از عربستان پررنگ شده اونجا؟ من واقعا این چیز رو اصلا درک نمی کنم از این موضوع که عربستان یا نقش، وقتی یک سری انسان عقاید مذهبی خودشونه دارن، خب اون عقاید مذهبیشونه، نه نقش من به عنوان یک فعال کارگری. من درک از این نوع اتهامات و از این نوع در واقع این مذهب ندارید شما، صداتون رو فارسی مشکل بزرگ ببخشید. خیلی خوب صحبت میکنید، بفرمایید. و این تفتیش عقایده، در حالی که من به عنوان من نمیگم، من میخوام شما در اون مورد اظهار نظر کنید، من میخوام فقط بدونم آیا به نظر شما بیشتر شده حضور اینها یا نه. زو اظهار نظر نمی کنم، اما تجربه خودم رو نقل میکنم. بله. تجربه من به عنوان یک فعال کارگری چپ هستم، وقتی من بازداشت میشم به عنوان یک فعال کارگری و چپ هستم، متهم میشم به مسئله وابستگی به جناح‌های تکفیری و مسائل تجزیه طلبی که این قابل درک نیست. این همیشه اتهاماتی هستن، برچسب‌هایی هستن که جمهوری اسلامی برای سرکوب این مردم، برای سرکوب این تراکم ها،
این شما وقتی انسان‌ها رو به حاشیه ببرید، اونها متراکم میشن، احترازات در درون اونها متراکم میشه و یک جایی بالا میان. شما در احترازات اخیر کارگری و حتی احترازات قبل از اون، احترازات مکرر در استان نگاه بکنید، چه فعال کارگری رو بگیرم متهم به تکفیر و وهابیت میشه و چه فعال مدنی که حتی ممکنه نماز نخونه اما متهم به، و همیشه این اتهامات دم دست هست برای به عقب روندن مردم، برای ترسوندن اونها و زندانها شکنجه های وحشتناکی میدن. تمام فعالین و معلم رو میگیرن متهم به این اتهامات میشه و همیشه سلاحی بوده دست جمهوری اسلامی برای به عقب روندن جنبش هایی که اونجا به شکل رادیکال احتراز میکنن و در برابر وضعیت موجود محترزن. بذارید راجع به این جنبش ها از آقای احسانی بپرسم، چون آقای احسانی کتابی دارن در زمینه در واقع جامعه شناسی کارگری در اون منطقه. وقتی که تصاویر هفت تپه اومد، تصاویر فولاد اهواز اومد، تصاویر اومد از کارگرانی که اعتراض میکردن، برای بسیاری از ما که شناختی از اون منطقه نداشتیم بسیار جالب بود. ما توقع نداشتیم که اینقدر کارگران با شناخت از حق و حقوق خودشون، با نگاه اینقدر باز نسبت به تحولات کارگری بیان و در سطح در واقع عمومی صحبت بکنن. ممکن شما یه مقدار بازتر برای ما بکنید که چقدر قوی هست این در واقع هسته های کارگری در اون منطقه خوزستان، با توجه به اینکه میدونیم کارخانه های گسترده داره، کشت و صنعت گسترده داره، کارخانه فولاد اهواز هست، همینطور صنایع نفت. خب ببینید، هم اول که شما گفتید که علاز قومی خوزستان سه بخشه، من گفتم که نه، خب یه سری هویت های دیگه هستش که فقط قومی نیست، هویت های شهری هست، هویت های کارگری هست. این سابقه تجدد صنعتی و تجدد سیاسی در ایران به هر حال برمیگرده به خوزستان که از 1900 الان 100 سالگی 112 سالگی صنعت نفت ما داریم در خوزستان و این و شهرسازی مدرن رو داریم، فرهنگ کارگری رو داریم و تشکل‌های کارگری رو داریم که در تمام طول این دوره بوده. ببینید برای همین این اصلا برای کسی که، هر کسی که در خوزستان کار کرده باشه یا زندگی کرده باشه اونجا یا نگاه کرده باشه، این اصلا پدیده عجیبی نیست. خوزستان به نوعی لابراتوار مدرنیته بوده تو ایران، به بهترین شکلش و به بدترین شکلش. به بدترین شکلش، بدترین شکل این استثماریه که ما کماکان میبینیم، بهترین شکلش فرهنگ سیاسی اجتماعی شهری و کارگری مترقیه که آقای آل مهدی هم دارن بهش اشاره میکنن. ببینید در مورد اعتراضات یه نکته رو بگم. ببینید شما فکر کنید در آبادان نشستید، شهری که توی در انقلاب 57-58 در قلب پیروزی انقلاب بوده، مرکز جنگ بوده آبادان و خرمشهر، یعنی نابود شده، کارگرای صنعت نفت اینجا رو نگه داشتن در تمام طول جنگ زیر بمباران، نفت تولید کردن برای بقیه مملکت، و بعد الان ما بعد از 20 سال 30 سال هم که جنگ تموم شده هنوز آب آشامیدنی ندارن. اطراف اهواز که 1 میلیون مهاجر جنگ هنوز توش هست، آب آشامیدنی نداره، همین قیزانیه که شما میفرمایید. این مردمی که اومدن اینجا کسانی هستن که سلب مالکیت شدن، اراضیشون رو گرفتن برای تولید شکر، برای خودکفا کردن مملکت علاوه شکر. اینا اومدن تو شهر، جا که ندارن، مسکن که ندارن، آب آشامیدنی هم ندارن. توی خود سایت بی بی سی شما عکس بسیار خوبی داشتید که لوله‌های متعدد نفت داره از کنار این رد میشه، تمام آب سطحی مملکت، تمام آب رودخانه های مملکت داره از اینجا رد میشه، ولی آب و آشامیدنی ندارن. خب کلافگی و استیصال و اینکه کارگر میره حقوقش رو نمیگیره، بعد سابقه تاریخی 100 سال برای مبارزه و همبستگی کارگری هم داره، خب این انفجار میاره. بعد طبیعتا دولتی که نگاه امنیتی داره به هر نوع اعتراضی، به این انگ مثلا تجزیه طلبی میزنه، مسئله رو قومی میکنه. در این صورت شما فکر میکنید که چه آینده‌ای ممکنه در انتظار خوزستان باشه اگر این وضعیت به همین شکلی که الان میبینیم؟ من امروز که داشتم در مورد این قضیه میخوندم، نگاه کردم در جاهای مختلف خبرها در مورد خوزستان اینقدر زیاد هست که گاهی آدم یادش میره که ما تقریبا روزانه خبر داریم در مورد مشکلات خوزستان. اگه وضع به همین شکل پیش بره، فکر میکنید چه اتفاقی بیفته؟
خب ببینید، پارسال سازمان ملل یه مطالعه گسترده کرد، گفتش که علاوه تغییرات اقلیمی اصلا کل خلیج فارس ممکنه قابل زندگی نباشه دیگه تا 100 سال دیگه، تا چند سال دیگه، 100 سال دیگه نه، تا چند سال دیگه. ببینید مشکلاتی که الان گریبانگیر خوزستان و جنوب ایران شده متعددن، یه مقدارش به هر حال تغییر اقلیمه، یه مقدارش فجایعی که این پروسه های توسعه و اینا نه فقط در ایران بلکه در عراق، در ترکیه اینا باعث شده که همین ریزگردهایی که بهش اشاره کردید و غیر ازالک اینا، آینده تاریکی داره این منطقه به خاطر این وضعیتی که الان هست. منتها راه حلاش، راه حل های اتفاقا تغییر دادن نگرش به نوع توسعه و مفهوم توسعه. یعنی شما ببینید، مثلا من خودم تو این پروسه دانشجو که بودم در این جریان طرح توسعه نیشکر اینا، متاسفانه به عنوان مشاور و برنامه‌ریز منطقه‌ای کار می‌کردم درست بعد از پایان جنگ و اینا، و نگاهی که بود، یعنی نگاه این بود که اینا اراضی خالی، حالا که خالی نبود، اشایر توش ساکن بودن، زندگی داشتن می‌کرد، ولی می‌شد همین منطقه رو با همین نوع سرمایه‌گذاری اراضی رو نوسازی کرد، داد دست مردم منطقه که تولید کشاورزی غذایی بکنن برای خودشون. یعنی یه نوع کاملا نگاه متفاوتی که دموکراتیک میتونه به کشاورزی، به صنعت و به غیره نگاه بکنه. ولی اینا همیشه تصمیم هایی بوده که قدرت مرکزی و بخش خصوصی، الان که داره خیلی از این شرکت ها الان خصوصی شده، مثلا هفت تپه خصوصی شده، فاجعه واقعا در اثر خصوصی شدن و سلب مالکیت عمومی از هفت تپه و کارخانه ها و غیر زلکینه. برای این باید نگاه به توسعه رو تغییر داد اگه ما بخوایم امیدی اصلا داشته باشیم به بهبود پیدا کردن وضعیت. آقای آلماتی، خیلی وقت کوتاهی داریم، مثلا در حد 30-40 ثانیه، اگه شما میخواین جمع‌بندی بکنید، به نظر شما چه اقدامی باید صورت بگیره اگر بخوان الان کاری بکنید؟ شما اگر توجه بکنید، این بار جنبش کارگری در خوزستان با آلترناتیو شورایی وارد بحث شده، یعنی اینکه میخواد یک مدیریت خود سازماندهی داشته باشه، یک بحث شورایی و گفتمان شورایی رو مطرح کرد، با علارغم اینکه پروپاگاندای جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو میکرد که این گفتمان رو زیر سوال ببره و اعتراضات کارگری رو بسیار تقلیل و در حد یک دستمزد بدونه و حتی رسانه های وابسته تمام تلاششون میکردن، اما جنبش کارگری که یک تاریخ بسیار بسیار عریق توی خوزستان داره، با یک آلترناتیو آمده جلو و تمام تلاشمون میکنیم و در آینده با تمام وجود این تلاش میکنیم که این گفتمانو بتونیم در همه جا به رونق بدیم و مطمئنیم که ما این نوع سرمایه داری ما زدش هستیم و در آینده مطمئنن. متاسفانه وقت زیادی نداریم چون ما بخش دیگری هم در این برنامه داریم. آیه احسانی و آقای آلمهدی، ممنونم که در این برنامه شرکت کردید و نظر دادید، ممنونم از شما. اما در بخش دوم این برنامه درباره یک کودک کشی صحبت می‌کنیم که روزهاست وجدان جمعی جامعه را جریحه دار کرده. پدر دختر 13 ساله‌ای او را در خواب سر برید، چرا که او با مردی 28 ساله گریخته بود. دختر به دادگاهی قصد داشت او را به خانه برگرداند، گفته بود که پدرش او را می‌کشد. پس از کشته شدن رومینا اشرفی، یک بار دیگر یاد همه آمد که در قانون جاری پدر که همزمان قاتل و ولی دم است میتواند تنها چند سالی به خاطر جنبه عمومی جرم در زندان بماند و آزاد شود. ماجرا زوایای گوناگونی دارد، از سنت و فرهنگ که در آن مرد به دلیل آنچه غیرت و ناموس مینامد دست به قتل میزند، تا قانونی که به نوعی چشمش را روی قتل فرزند توسط ولی دم روی هم میگذارد، همینطور نبود قانون کافی برای حمایت از کودکان در برابر چنین اتفاقاتی. من خودم وقتی نوجوان بودم خیلی همیشه توی خونمون با این مسائل مشکل داشتیم و هر موقع که خانواده متوجه می شدن که مثلا من با پسری صحبت می کنم یا دوست پسر دارم یا هرچی، همیشه یادمه که بدترین برخورد رو اول از مامانم می دیدم و بعد از بابام کتک می خوردم خیلی زیاد. ولی
یکی از محرک های این داستان همیشه مادرم بود که میرفت به بابا میگفت که تو چه مردی هستی که غیرت نداری، هیچ کاری نمیکنی، هر کس دیگه جای تو بود الان سر بچهش رو بریده بود، ولی تو وای میستی نگاه میکنی هیچ کار نمیکنی. انقدر تحریکش میکرد تا اون عکس رو دامن نشون بده و مثلا بیاد من کتک بزنه. واقعا این مسئله یه چیزیه که تو همه جای ایران خیلی زیاد وجود داره، ربطی به جای کوچیک یا مثلا روستا نمیدونم شهرستان بودن و اینا نداره. ما تو تهران زندگی میکردیم، یه شهر بزرگ، ولی همیشه خانواده من اولویت و یکی از مسائل مهم زندگیشون این بود که همسایه ها چی میگن، مردم چی میگن، آبرومون جلو در همسایه رفت، فامیل چی میگن، نمیدونم فردا هیچ خواستگاری از در این خونه نمیاد تو. واقعا آسیب های روحی که آدم میبینه خودش واقعا مثل یک قتل میمونه. احساس میکنی که واقعا توی نوجوانی کشته میشی و بعد هم سالها باید با یه درد و رنجی زندگی کنی، جدا از این که باید با همون خانواده و اون عقاید زندگی کنی و همیشه به جنگی. از درونم هم کلی آسیب های روحی و روانی آدم میبینه و مدت ها طول کشید تا تونستم با مشاور رفتن، روان پزش، روانشناس یکم حال خودم بهتر کنم. عاطفه یکی از دخترای فامیل نزدیک من 16 یا 17 ساله بود. بعد از مدرسه به اصرار یکی از همکلاسی ها که گفته بود داداشم میاد دنبالم، شما هم بیا میریم یه دوری میزنیم و برمیگردیم، میرن اطراف شهر کنار یک رودخونه. یعنی 3 تا دختر و 2 تا پسر که 2 تاشون خواهر و برادر بودن. با هم شوخی و آب بازی میکنن. پلیس میگیردشون و دخترها رو تحویل خانواده هاشون میده. از آگاهی زنگ میزنن به خونشون. مادرش میره اما عاطفه رو بهش نمیدن. هرچی اصرار میکنه که پدر عاطفه عصبی میشه و از این حرفا، میگن نه. حتما باید پدرش بیاد و امضا کنه که دیگه این رفتار دخترش تکرار نمیشه. به هر حال شوهر خالم رو خبردار میکنن. چند روز بعد پدر عاطفه صبح زود وقتی همسرش برای خرید نون بیرون میره، عاطفه رو تو خواب با چاقو میکشه. وقتی حادثه رومینا رو شنیدم، یعنی انگار همون روزای بعد یک بار دیگه تکرار شد. مادر عاطفه با 4 تا بچه طلاق گرفت. شوهرش هم خیلی زود دیه رو ریخت به حساب دولت و آزاد شد. البته انگار عاطفه با یک پسر هم دوست بوده و باباش فهمیده بوده و البته پسر هم چند بار آمده بوده خواستگاریش، اما پدرش قبول نمی کرده. عاطفه انقدر سرزنده و شاد بود، همش شوخی میکرد و میخندید. حتی الانم واسم هضم نشده که این اتفاق براش افتاده. بعضی وقتا یادم میره قانون ایران و البته ببخشید قانون اسلام ضد زنه. این چه قانونیه که چون پدر ولی دمه قصاص نمیشه؟ مادر عاطفه میگفت قاضی بهم گفته اگه تو این کارو میکردی شوهرت میتونست قصاص بخواد، اما چون تو مادری نمیتونی واسه شوهرت خواستار قصاص شی. و همسرت با دادن دیه چند سباهی دیگه آزاد میشه. عاطفه نویدی دختر نوجوان کنگاوری که قربانی خشونت پدر شد. تو همین اطرافمون رومیناهای زیادی داریم که صداشون خفه است و اگه بلایی همسرشون بیاد رسانه‌ای نمیشه و کسی نمیفهمه. من الان وسط همون جهنمی زندگی میکنم که رومینا قربانی شد. خانواده منم یکی از همون خانواده هاست. 24 سالمه و مجردم و دانشجو. نه فرار کردم از خونه و نه با پسری من رو گرفتن. فقط به دلیل اینکه تو گوشیم عکس یه پسر رو دیدن میخواستن بکشنم. پارسال یه ماه توی اتاق دیگه خودم رو پنهان میکردم بدون آب و غذا که برادران و پدر داعشی من رو نکشن. ایران زندگی میکنم. نمیدونم تا کی قراره این اتفاقات ادامه داشته باشه. از وقتی خبر رومینا رو شنیدم پارسال خودم یادم میاد و همش گریم میگیره. کسی نیست از ما حمایت کنه. کسی نیست از این اتفاقات جلوگیری کنه. ماجرای رومینا تن و بدن ما رو لرزونده. هر آن فکر میکنم سرنوشت من هم شاید مثل همون دختر بشه. روایت کسانی رو شنیدیم که برای بی بی سی فارسی داستانهای خودشون رو فرستاده بودن، زندگی خودشون رو. بنابراین میبینیم که داستان رومینا داستان یگانه ای نیست، داستان هزاران زن در سراسر جهان و همینطور در ایرانه. دو میهمان داریم برای بحث. شهلا شفیق نویسنده و پژوهشگر از پاریس با ماست و علی طایفی جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی از معلم سوئد. خوش آمد میگم به هر دوی شما. خانم شفیق، به نظر شما مشکل کجاست؟ قانون یا مسئله اجتماعی است و سنتی؟
سلام میکنم به شما، به همه بینندگان آقای طایفی. به نظر من همه مجموعه اینا با هم در یه ربط تنگاتنگ هستن، یعنی قانون و اجتماع و فرهنگ. میدونین قوانین فقط نقش بازدارنده ندارن، نقش آموزش هم دارن، نقش اینو دارن که جامعه رو همراه بکنن با تحولاتی که باید باشه. در کشور ما درست برعکس اتفاق افتاده. یعنی اگه برگردیم به ماجرای رومینا، ما وقتی که در 41 سال پیش سن قانونی ازدواج 16 سال بود و بعد از انقلاب وقتی که آمدن به مسئله شریعت رو خواستن بر قانون مسئله، یعنی در واقع قانون رو گذاشتن بر مبنای شریعت، قانون شرع، این حتی به 9 سال تقلیل پیدا کرد. بعد از یه مدتی، بعد از مبارزات بسیار زیادی که ادهی فکر کردن که میتونن در درون این رفرم بکنن، تازه شد 13 سال. و ما در این ماجرای رومینا با 3 موضوع خیلی جدی طرفیم. یکی این که شما در یه مملکتی دارین اتفاق میفته، خانم قاضی زاده در این مملکت دارین اتفاق میفته که یک دختر 13 ساله میتونه پای سفره عقد بشه. در نتیجه ماجرا این یک بود قضیه است. یه بود دیگه‌اش اینه که در یک مملکتی داره اتفاق میفته که از همون ابتدا تصویر رو که با تحمیل در واقع قانون شریعت از زن بنا کردن، این تصویر رو گسترش دادن. این تصویر تصویری است که زن رو به حد شیء جنسی تقلیل میده و نگاهی که مرد رو به زن دارن طبیعتا تغییر میکنه. وقتی شما میبینید که یه زن رو که به حجاب، یه زن رو که یه ذره پاشو خلاف میذاره به عنوان شکلاتی که درش بازه و هر کسی میتونه بخوره، تو تبلیغات خودشون ها، من از خودم نمیگم. بنابراین میدونین شما یه مجموعی از یک تصویر فرهنگی ایجاد میکنین که خشونت رو ترویج میکنه، خشونت جنسی رو ترویج میکنه. بنابراین میفرمایید که این مشکلی هست که حکومت ایجاد کرده. نه میدونین ببینین مشکلی هستش که ببینین یه مشکلیه که همطور خودتون در مقدمتون گفتین همه جای دنیا میتونه وجود داشته باشه. اما وقتی که شما حکومتی رو دارین که این پشت حامی خشونت‌های جنسیه و حامی تصویری از زنه که این به اصطلاح زن رو در معرض انواع خشونت‌ها به اصطلاح قرار میده، خب معلومه که این مشکل بسیار عمیق‌تر میشه و ابعادی رو پیدا می‌کنه که امروز شاهدش هستیم. یعنی در واقع میخوام در یک کلمه بهتون بگم عشق در ایران ممنوعه و تجاوز مشروعه. بله. آیه طایفی، به نظر شما آیا میشه این قوانین رو تغییر داد و فرهنگ سازی کرد؟ چون بسیاری از کسانی که در ایران قانون گذاری میکنند مدعی هستند که جامعه چنین قوانین، جامعه مذهبی هست، علاقمند هست به مذهب و اینجور قوانین رو مطالبه میکنه. در بسیاری از جاهای کشور سن دخترها در سن پایین ازدواج میکنند، کلن ازدواج سنش پایین هست و لازم هست که قانون اینجور باشه. ببینید من باید این نکته رو اشاره بکنم که فکر کنم در ساختار یا وضعیت کنونی ایران یک تناقضای ساختاری ما داریم. یعنی در طول سالهای پس از انقلاب اون چیزی که رخ داده به نظر شکل شمایل بسیار مدرن به خودش گرفته، برخی از کنوانسیون‌های جهانی رو مثلا پایبند شده، از جمله حقوق کودک 1370 روز یک سال بعد از اینکه این کنوانسیون مورد تصویب یو ان یا سازمان ملل قرار گرفت و دعاوی از این دست رو کاملا توی به اصطلاح در فضاهای به اصطلاح مدرن یا شبه مدرن پذیرفته، ساختار دموکراتیک رو پذیرفته، حقوق شهروندی رو داره تدوین میکنه، ولی در عمل میبینی که یک تناقض‌های جدی داره. این تناقضات عمدتا مبتنی بر اون ساختارهای شرعی و سنت دینی در جامعه ما هست که این سنت و دین با هم بسیار هم به اصطلاح همامیختن، یعنی همدیگه رو هم بازتری میکنن. لذا توی فضای از این دست که یک تناقض ساختاری وجود داره به شدت دشوار است پیش بردن پروژه‌های توسعه‌ای تلقی میشن، پروژه‌هایی که تحت عنوان به اصطلاح حقوق بشر یا حقوق دموکراتیک یا حقوق شهروندی یا حقوق زنان یا حقوق کودک و مسائل از این دست، حتی حقوق اقلیت‌ها، می‌بینید همه اینها در واقع تحت شعار درست آقای طایفی و یاد فکر می‌کنید اصلا خواستش وجود داره. شما فرمودید که مثلا در همین مثلا دولت آقای روحانی هم در سال‌های اول به خصوص دنبال تدوین حقوق شهروندی بود، حالا به کجا رسید خدا می‌دونه، ولی بحث این هستش که اصلا چقدر این خواست جدی هست و دنبالش هستن با توجه به اینکه کشورهایی که تونستن یا تدوین میکنن، کشورهای مسلمان که تونستن تدوین میکنن، به طور خاص اومدن و قوانین بین المللی رو وارد کردن و قوانین مذهبی رو کنار گذاشتن در این حوزه.
دقیقا همطور که میگید، نکته اینجاست که ببینید این خواسته ها لزوما خواسته ها از بالا به پایین نیست. بخش بزرگ از این خواسته از پایین به بالاست. وقتی جامعه دستخوش یک بحران میشه، وقتی که میبینید بخش بزرگی از کودکان ما از سنین زیر 18 سال وارد عرصه‌های زندگی و مسئولیت اجتماعی و زناشویی میشن و بعد تبعات پیامدهای خودش رو داره که احتمالاً در سنین پایین دستخوش بارداری میشن، سقط جنین میکنن، مشکلات فیزیکی پیدا میکنن، طلاق پیدا میکنن، احیاناً با بچه در بغل مثلا مشغول طلاق میشن و تو این جامعه بی سرپر هستن زندگی میکنن و مسئله از این دست. به عنوان یه مثال میگم که خیلی بطور مشخص مربوط به موضوع ما هست. در این فضا نشون میده که جامعه از بطن، از بنیان داره اعتراض میکنه، داره نیازی رو مطالبه میکنه. این نیست که حقوق شهروندی آقای روحانی یا ایکس یا جناب خامنه‌ای نشستن اینجا فکر میکنن حقوق شهروندی توجه بکنه، نه، این فشار از پایین هست، یعنی مطالبات مردم هست، حالا چه به صورت نوشته چه نانوشته. شما در همین ساختار نگاه کنید میبینید بعد از انقلاب ما جمعیت کشور دو برابر شده حدوداً، ولی جمعیت زندانیان کشور 7.5-8 برابر شده. این نشانه اینه که جامعه اون چیزی که مطالبه میکنه حکومت یا سیستم نمیتونه پاسخ بده. این یک تناقض جدی ساختاریه. راجع به اینکه جامعه چیزی مطالبه میکنه و حکومت نمیتونه پاسخ بده، یک بحثی که تو این روزها خیلی میشنوی در فضای مجازی خانم شفیق، این بحث این هستش که خیلی از طرفداران ازدواج کم سن و سال میگن اگر این دختر میتونست ازدواج کنه با این آقا و زودتر مراسم ازدواج برگزار شده بود و حل شده بود، دیگه اصلا کار به اینجاها نمیرسید. از طرف گروه دیگه هم هستن که میگن که آقا اصلا تو این بحث یه چیزی که کاملا فراموش شده این هستش که این دختر 13 ساله است، این آقا 28 سالشه و به طور قانونی در منطقی در همه جای دنیا این رابطه با زیر سن قانونی است و اون آقا باید تحت تعقیب قرار بگیره هر جای دیگری که در دنیای متمدن به قوانین بس. بله بفرمایید خانم شفیق. ببینین مسئله، یعنی در واقع این بر اساس قوانین شهر که در اونجا حاکمه معلومه که کودک همسری جایزه، ولی کودک همسری یک به لحاظ قوانین بین المللی یک جنایته. وقتی که به همین دلیل من گفتم تجاوز مشروعه، عشق ممنوعه، به خاطر اینکه شما یه دختر 13 ساله یا یه پسر 13 ساله یا 14 ساله میتونه احساساتی داشته باشه، میتونه یک احساسات حتی عاشقانه داشته باشه، ولی چگونه در یه جامعه روند آموزشی، روند ترویج و روند اداره این مسائل چجوری اتفاق میفته، اینجاست که جامعه ما دچار بحرانه. و من برخلاف صحبتی که آقای طایفی کردم، من اصلا عقیده ندارم که یک گرایشی به دموکراسی و به حقوق دموکراتیک و حقوق شهروندی وجود داشته. اون نکاتی که یعنی در واقع اساس سیستم جمهوری اسلامی بر اساس ولایت فقیه هست که خود ولایت فقیه تصویر پدر اقتدارگرا و قاتل خانم فرناز قاضی، یعنی اینکه شما در اینجا یک این همانی دارید بین تصویر و ولایت فقیه و تصویر پدر قاتل. و وقتی که شما این دوتا با هم دیگه کاملا سازگارن، یعنی شما در یه جامعه زندگی میکنیم در ایران که یک همدستی بین اینا وجود داره، یعنی مشابهت میبینید بین اقتدار پدر و اقتدار ولی فقیه بی‌قید و شرط، یعنی بچه در واقع ملک پدره میدونین و زن ملک مرده و همه اهالی شهروند ایران ملک ولایت فقیه هستن. اینا با هم دیگه در یک همخوانی سیاسی اجتماعی و فرهنگی قرار داره. معضل اساسی که وجود داره که نمیشه، من بسیاری از اقدامات هست در ایران، بسیاری تقاضا هست، بسیاری از انجمنهای تو جامعه شهروندی هست، ولی اینا همواره به بنبست برخورد میکنن به خاطر این تضاد ساختاریه. و شما دقت کنید که حتی آقایی که 28 ساله‌ای که دوست پسر ایشون بوده و ایشون باش فراری کرده، در مصاحبه‌ای که داره دائم میگه که این در خونه خواهر من بوده و حتی اسمشو نمیاره، میگه دختره، برای که میگه من ناموسم، نمیتونم اسم ناموسم بیارم، نمیگه رومینا. یعنی شما ببینید همه قهرمانان این حادثه سنشون به اندازه جمهوری اسلامی، پدر 38 سالشه، نزدیک 40 سالشه، مادر کمتر قدری، بچه 14 سالشه، اون پسر 28 سالشه یا 29 سالشه. اینا همشون حاصل 40 سال این وضعیتی هستن که میشه ترسیم کرد، این تابلوه. بنابراین اگر اراده‌ای بر شهروندی بود که نمیتونه در این ساختار باشه، ما مواجه با یک چنین
ساختارهایی نبودیم. میدونی شما در جامعه فرانسه خواهش رفیق ببخشید چون وقت کم هست، من میخوام اینو شما میدونید که در آغاز انقلاب اسکه قوانین خب تغییر کرد، قوانینی که قبل از انقلاب به نفع زنان تصویب شده بود بر اساس قوانین اسلامی تغییر کرد. فکر میکنید اگر که اون قوانین مونده بود الان یه جامعه دیگه ای داشتیم؟ من فکر میکنم که ما در یه روندی بودیم. ببین به هر حال در ایران ما نمیتونیم بگیم که یک قانون کاملا سکولار بود در مورد خانواده، برای که خود قانون حمایت خانواده هم تأسیس شده بود تقریبا، مثلا فرض کنین اگه بیم به مسئله چند همسری برگردیم کامل برداشت نشود، ولی ما در یک روند بودیم، در یک گرایشی بودیم که این گرایش به سمت این بود که بره جلو، و این با توجه به این حاکم کردن قوانین شریعت و ایدئولوژی ساختن از مذهب و ساختاری که خدمتتون گفتم، این برعکس شد این روند و در واقع ما دچار یه مشکل جدی شدیم. یعنی اون چیزی که در جامعه ایران به لحاظ جامعه شناسی و به لحاظ فرهنگی خواسته به اصطلاح اون جامعه است، طبیعی اون جامعه است، با ناهنجاری‌های خودشا، با ناهنجاری‌هایی که میتونه تو محیط‌های متفاوت سنتی یا غیره وجود داشته باشه، ولی این در واقع برعکس شد این روند. یعنی یک تفاوت خیلی جدی وجود داره بین اون داده‌هایی رو که تو جامعه ایران هست با همه ناهنجاری‌هاش و اون چیزی که اقتدار می‌خواد تحمیل بکنه، همچنان که گفتم. یعنی در واقع این در یک اینجا با آقای طائفی موافقم که یک ساختاری تضاد و بحران ساختاری خیلی جدی است که قیمتش رو و هزینه‌اش رو متأسفانه زن‌ها بیش از همه می‌پردازن، برای که اونا هستن قربانیان اصلی خشونت جنسی، ولی مردها هم قربانی هستن. برای که شما وقتی که در یه جامعه مردی رو اینجوری تربیت کنید حتی نمیتونه اسم زن رو بیاره، میدونید این یک متوجهم یه موجود ناهنجاره، خودش یک موجود ناهنجاره. آقای طایفی، بحث رو شما در مورد کودکان مطرح کردید، گفتید که ایران پیوسته به کنوانسیون منع خشونت علیه کودکان، رومینا دختر هست ولی قبل از اون یک کودک هست، و بحث حمایت از کودکان و مراقبت از در واقع منافع کودکان یکی از مهمترین مسائلی هست که هر جامعه باید بهش بپردازه. فکر میکنید که چرا چنین اتفاقی نمیفته؟ چرا چنین قوانین حمایت از حقوق کودک در مقابل در واقع همین چیزهای جنسی، در واقع نگرانی که در تمام دنیا به عنوان پدوفیلیا وجود داره در برای مراقبت از بچه ها، چرا وجود نداره به این شکل در ایران؟ ببینید من فکر میکنم اگر بخوام کانالیزه بکنیم، بله حقوق کودک هست، ایران هم اتفاقا جمهوری اسلامی رو هم امضا کرد، ولی اینکه تا حالا هر گونه به اصطلاح تخطی در این ارتباط صورت گرفته به نام جمهوری اسلامی صد شده به درستی اتفاق افتاده، نشان از این است که جمهوری اسلامی به تنهایی نمیتونه احیانا فقط با حقوق کودک یا گزینش این پیمان نامه تعهداتش رو از نظر انسانی به مسائل حقوق کودک بپردازه، توجه بده یا نیازش رو پاسخ بده. به اعتقاد من یک چنان که گفتم تناقضاتی که وجود داره ناشی از این است که یک، اولا که این مسئله یک مسئله ملی هست، یعنی من فقط داستان رو از بالا به پایین نگاه نمی کنم، من فکر کنم کشته شدن رومینا و رومیناها که در طول سال بیش از 50,000 نفر بودن به اصطلاح ازدواج های اجباری میکنن در زیر سن کودکی، حالا این ازدواج اجباری نکرده، رابطه یه به اصطلاح حالا تحت عنوان جنسی یا رابطه عاطفی اجباری به نحوی مورد نه گفته شده، من اینجا روشن میکنم، گفته شده که هیچ رابطه جنسی نبوده، فقط رابطه عاطفی بوده، بله، و بعدم ازدواج هم ممکن بوده صورت بگیره. البته دقیقاً یعنی در سایه همون بحث ازدواج هم رخ داده. نکته اینجاست که این مسئله ملی هست، یعنی مسئله ملی به این معنی که علاوه بر اینکه پدر، برادر، عمو، پسر خاله، نمیدونم با جناق این فرد به خصوص و حتی دوست پسرش تو این پروژه مشارکت داشتند، یعنی داستان رومینا و رومیناها رو میبرن تو این مسیر که به یک کشتار به اصطلاح ملی به نحوی در واقع ختم میشه برای امثال این کودکان، حتی مردان قانونگذار در کشور هم در این پروژه در مشارکت میدونن، لذا این پروژه تحت عنوان پروژه ملی یا یک مسئله ملی فقط به عهده حکومت ناشایست امروز ایران نیست. خود مردم در این ارتباط چه نقش هایی دارن؟ چه کار میتونن بکنن مردم آقای طایفی؟ به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا بخش بزرگی از اون چیزی که در جامعه داره رخ میده، طبیعتا حکومت مهمترین وظیفه رو در ترویج و آموزش داره، ولی این قاعدتا تو افکار و اندیشه و ایدئولوژی حکومت نمی گنجه، به دلیل اینکه حکومت اصلا نگاه بیولوژیک به کودک داره، به نسبت به رشد او داره، نگاه مالکیتی نسبت به زن و به خصوص کودک داره، و اینها رو همه رو تحت عنوان اشاره هم کردن که تحت عنوان به اصطلاح مایملک خودش تلقی میکنه و به عنوان ولی بر همه به اصطلاح عرصه‌های اجتماعی در واقع حکم را
سخنرانی میکنه و خودش رو به سر ارشد یا به سرش میگم شبان این رمه میدونه. این نکته جای خود، ولی همین رو در ساختار کوچک من همیشه رو گفتم، ولی فقیه در اون بالها ولی های کوچک در خانواده ها داره. من یادم نمیره بچه‌ها ما مدرسه میرفتیم میگفتم برو ولی تو بیار، این ولی همون ولی یعنی پدر در کنار ولی بزرگ به نام ولی فقیه هست. یعنی در خورد، در ساختار فردی، در ساختار خانوادگی همون وضعیت حاکم هست. فکر میکنید یعنی خانواده، یعنی پدرهایی که در خانواده ها هستند آیا حاضرن از این حق چیزی که بهشون داده شده، بلا عوضی که بهشون داده شده بگذرن به نفع فرزند و همسرش؟ به هیچ وجه نمیذارم، به دلیل اینکه نیازمند یه سری آموزه های تغییر آموزه ها و تغییر باورداشت هاست و البته همینجا تغییر باورداشت ها طبیعتا اینجا نقش دولت باز میاد وسط. برای همین عرض میکنم که اصلا نمیشه این دوتا رو از هم جدا کرد، یعنی یه جایی دست در دست هم باید داده بشه. منتها سیستمی که حاکمیت رو خودش رو مردمی نمیدونه و مردم رو حاکمیت رو مردم حاکمیت رو از آن خودشون نمیدونن، طبیعتا این مساعدت ها و مشارکت ها صورت نمیگیره. من میخوام این نکته رو بگم، به عنوان مثال بگم، در مقوله ناموس طبیعتا بحث ناموس اساسا این مفهوم خیلی چی میتونم پیش پا افتاده و احمقانه ایه، ولی به جرات بگم بحث رومینا نیست. شما همین الان کافی در خونه یک چه میدونم یک زن متعهدی رو بزنید، یک مردی رو احیانا ببینن با کسی ارتباط داره، تو فضاهای مجازی اینها رو مشاهده بکنن، طبیعتا قتل اون زن چه میدونم حکم صادر شده است، هم حاکم شهر تایید میکنه، هم شوهرش و پدرش و برادرش همه دست دست هم میده. اتفاق میفته. این پروژه ملی است. بله خانم شفیق بفرمایید، چون فرصت کم است بفرمایید. خواهش می‌کنم. من اتفاقا این دو سه روز که نگاه کردم بحث رو، یکی از چیزایی که خیلی من خوشحال کرد وجود مردان جوانی بود و حالا یا کمتر جوانی بود که مقاله های یعنی در واقع خیلی خوب اظهار نظر کرد. من فکر میکنم که مسلماً در جامعه ما مردانی وجود دارن که خواهان چنین چیزی نیستن، برای که میدونین شما در سیستمی که زن رو در حجاب میخواد، زن رو مثل در واقع خود این تحمیل حجاب اجباری تصویری که از زن داده میشه به عنوان شی ایجنسی، خب و مردانی که وقتی که زن رو باید از مرد محافظت کرد، زن رو باید از مرد پوشون، تصویری که از مرد داده میشه تصویر یک حیوانه، هیچ شوخی هم نداریم، که نمیتونه خودشو کنترل کنه. من فکر میکنم بسیاری از مردان ایرانی مخالف این تصویرن، بسیاری از پدران ایرانی مخالف چنین پدریتی هستن. این ولی در اینجا ما حکومتی رو داریم، مرجعیتی رو داریم، قوانینی رو داریم، آموزش هایی رو داریم، برین کتاب های درسی رو نگاه کنیم که تمام این خشونت رو مشروع جلوه میدن، یعنی تجاوز مشروع خانم قاضی‌زاده و عشق ممنوعه و به هم علم هست، چون زن ملک کسیه. حالا چه خانم شفیق، یعنی شما خوشبین هستید به اون چه که در روزهای اخیر دیدید از مردان جوان، ولی مثل آقای طایفی با شما موافق نیستن؟ نه، میدونیم من خوشبین به این معنی هستم که من مدت هاست دارم کار جوانا رو دنبال میکنم و همطور کمتر جوانا رو. من فکر میکنم یک مقاومت فرهنگی در جامعه ایران وجود داره، خیلی هم بالفعل وجود داره، منتها این مقاومت فرهنگی سرکوب میشه و دیده نمیشه و من فکر میکنم که یکی از مهمترین چیزها هستش که ما این رو ببینیم، این مقاومت فرهنگی رو ببینیم. وقت کم هست، اجازه بدید آقای طایفی هم 30-40 ثانیه جمع‌بندی کنم. آقای طایفی بفرمایید. من میخوام این نکته رو بخواد اشاره بکنم، 67% آمار رسمی کشور هست و مطمئنم رقم بیش از این هست، 67% زنان در کشور، این سرشماری نمیم نظرخواهی ملی و نگرسنجی ملی شده، حداقل یک بار تجربه خشونت جنسی رو دیدن، چرا بله. خشونت کلامی گرفته تا خشونت های فیزیکی و تجاوز. این رو اگر بیاریم در حوزه کودکان ما، من میتونم بگم واقعا به جرئت بگم آمار رسمی رو اعلام میکنن قریب 30% افراد در همین افراد امروز در جامعه، افراد متأهل، اغلب اینا قریب 30%شون زیر سن 18 سال ازدواج کردن. یعنی خود به خود ساختار اساسا به سمت این هست که تضییع حقوق کودک به خصوص دختر بچه‌ها رو به اصطلاح تامین بکنه. در چنین ساختاری عرضم اینه، طبیعتاً نیاز به کار فرهنگی و تغییرات قوانین وجود داره و اینطور نیست که احیانا امروز حتی با تغییر حکومت جمهوری اسلامی که باید صورت بگیره به اعتقاد من، چون راهی نداره، چون بنبست واقعا ایجاد کرده، ولی حتی با تغییر این حکومت هم نیست که بلافاصله روز بعد این اتفاق بیفته. و آقای طایفی ممنونم از شما، متاسفانه وقت نداریم خانم شفیق، متاسفانه وقت ما امروز تموم شد. کلمه بگم،
بگم بله. همیشه مقاومت فرهنگی از اقلیته بله. یعنی این اشتباه نکنیم، ولی فراموش نکنیم که در جامعه ما این وجود داره، یعنی یک جامعه یک دست نیست بله. و نقطه های روشن وجود داره، من تا نقطه های متشکرم خانم شفیق، متاسفم که وقت تموم شد. این بحث بسیار جالبی است خانم شفیق آیت‌آیفی و ممنونم از شما که در این صفحه دو شرکت کردید. شب روزتون خوش.